سرخط خبرها، جو بایدن وسط درخت‌های کاخ سفید گم شد. سفر بازرسان آژانس به اوکراین برای بررسی ادعای مسکو درباره بمب کثیف. ریشی سوناک به رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا رسید. سوئد توافق خود با ترکیه برای پیوستن به ناتو را اجرا می‌کند. تهدید جمهوری آذربایجان از سوی ایران. مشروع اخبار. جو بایدن وسط درخت‌های کاخ سفید گم شد. به گزارش جهت پرس به نقل از روزنامه دیلی میل، در تصاویری که روز دوشنبه در توییتر از این اتفاق منتشر شد نشان داده می‌شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حال ترک یک مراسم درختکاری به افتخار یک باغبان پرسابقه زمین‌های چمن کاخ سفید مسیرش را گم کرده و آنطور که شنیده می‌شود از تیم دستیاران همراهش می‌پرسد ما داریم به کجا می‌رویم. در ادامه این فیلم وقتی ماموران امنیتی همراه با بایدن او را برگردانده و در مسیر درست رفتن به سمت کاخ سفید قرار می‌دهند، او ادعا می‌کند که می‌خواهد مسیر دیگری را برود. در خاتمه مراسم بایدن در یک جهت شروع به راه رفتن کرد اما ایستاد و در حالی که گیج به نظر می‌رسید نیروهای امنیتی او را به جهت مخالف هدایت کردند. او از آنها تمکین کرد، سپس اظهار داشت که می‌خواهد به سمت دیگری برود. سفر بازرسان آژانس به اوکراین برای بررسی ادعای مسکو درباره بمب کثیف. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنشی آشکار به ادعاهای روسیه مبنی بر اقدام احتمالی اوکراین در کاربرد بمب کثیف که از سوی کیف تکذیب شده اعلام کرد. در روزهای آینده به درخواست اوکراین بازرسانی را به دو مرکز اوکراینی اعزام خواهد کرد. آژانس در بیانیه اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان اظهارات یکشنبه روسیه درباره فعالیت‌های ادعایی در دو سایت هسته‌ای در اوکراین قرار دارد. آژانس افزود که هر دو سایت مورد بازرسی هستند و یکی از آنها یک ماه پیش بازرسی شده است. ریشی سوناک به رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا رسید. در پی اعلام انصراف پنی موردانت، وزیر دفاع سابق بریتانیا از رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار، ریشی سوناک اولین آسیایی تبار به رهبری جدید حزب محافظه‌کار و مقام نخست وزیری بریتانیا رسید. سوناک که یک سیاستمدار بریتانیایی هندی تبار است، به رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد. او به عنوان 57مین نخست وزیر بریتانیا جانشین لیز تراس می‌شود. گراهام وردی رئیس کمیته 1922 در حزب محافظه‌کار بریتانیا نتایج این نامزدها را اعلام کرد و تاکید کرد که این کمیته تنها یک نامزد دریافت کرده است. سوئد توافق خود با ترکیه برای پیوستن به ناتو را اجرا می‌کند. توبیاس پلاستروم وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد دولت مطبوع او آمادگی دارد برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تمام الزامات مندرج در توافقنامه با ترکیه را برآورد کند و روابط خارجی را با همسایگان نزدیک خود متمرکز کند. پلاستروم دوشنبه 2 آبان در مصاحبه‌ای با آسوشیتد پرس گفت دولت سوئد در رابطه با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK مرتکب هیچ حماقتی نخواهد شد. ما کاملا از این سیاست حمایت می‌کنیم که سازمان‌های تروریستی حق ندارند در خاک سوئد فعالیت کنند. او با بیان اینکه همه مفاد تفاهم‌نامه سه جانبه مورد توافق باید مورد احترام همه اطراف باشد تصریح کرد همه امور نیز باید به طور مطمئن و قانونی انجام شود. تهدید جمهوری آذربایجان از سوی ایران. جمهوری اسلامی پس از انجام رزمایش در مرز با دو کشور آذربایجان و ارمنستان که رزمایش تحریک کننده عنوان شد، ادعا کرد که در منطقه خود مختار نخجوان جنبش الحاق به ایران تشکیل شده و مردم این منطقه خواستار بازگشت به ایران شدند. علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده که نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره رزمایش اخیر در مرزهای شمال غرب ایران گفت که این رزمایش در منطقه حساس قفقاز و حاشیه رود ارس برگزار شد و چندین پیام داشت.